رسول نفیسی مدرس جامعه شناسی توسعه از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای نفیسی، سازمان های حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل چه اقدام مؤثر میتونن برای توقف خشونت حکومت علیه معترضان در ایران انجام بدن؟ مهمترین کاری که این سازمان ها میتونن بکنن و الان هم میکنن این است که از یک تریبیون جهانی این خشونت های یک دولت استبداد دینی رو برملا میکنن. این بسیار مهمه، ولی چنان که در گزارش خود شما هم اومده، این از بیعملی جامعه جهانی گله کردن که چرا کاری نمی کنن که مردم ایران رو در مقابل دولت خودش یک مقداری حفظ بکنن، محفوظ بدارن. واقعیت این است که دولت های از تیپ دولت ایران که بی قانون و به اصطلاح سرکش و خارج از قانون هستن و خود رو به نحوی از جامعه جهانی بیرون کشیدن، بسیار مشکله که از طریق سازمان‌های بین‌المللی به اصطلاح محکوم کردن، هرچند که تحریم‌هایی میشه گذاشت اینها که یک تحریم‌هایی داریم در حال حاضر علیه ایران. من نظرم این است که بایستی به این سازمان‌های بین‌المللی بیشتر به عنوان یک تریبیون برای صدای سرخورده و تنهای لگد کوب شده مردم کشورهای استبدادی نگاه کرد، تا اینکه انتظار کار عملی واقعی داشته باشیم، چون نمونه های دیگه هم بوده که در واقع بی عملی دیده شده از طرف سازمان ملل، به خاطر که نهایتاً توجه کنیم این سازمان ملله و سازمان ملل نیست، این سازمان ملل سازمان دولته. بنابراین یک مقداری شاید باید در چارتر سازمان ملل یک مواردی وارد بشه که کشورهای یاغی مثل ایران و کره شمالی و غیر زارک اینها رو یک جوری بشه مهار کرد، مردم رو در مقابل اینها محفوظ نگه داشت، که این عملی بسیار سخت و تقریبا غیر ممکنیه. خب آقای نفیسی، جاوید رحمان در نشست خبری خودش به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر اشاره کرد و همچنین کشته شدن نوجوانان و کودکان در این اعتراضات، مثل کشته شدن نیکا شاکرمی. گزارش های اینچنینی چه تأثیری میتونه در اقدام جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی داشته باشه؟ گزارش های مثل آقای جاوید رحمان بسیار با ارزشه، به لحاظ اینکه درجه خشونت و سبائیت یک دولت اسلامی رو نشون میده و به گوش جهانیان، البته به گوش الیت، به گوش دولت‌ها، نه افراد عادی، شاید یک فرد عادی در آمریکا یا انگلیس هیچ وقت این اخبار رو نخونه و گوش نده، ولی از لحاظ رویکرد دول بسیار مهمه. و یک موضوع دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد این است که در مذاکرات و معاملات بین‌المللی دوباره دیگه میتونن از این استفاده کنن به عنوان یک نقطه ضعف دولت جمهوری اسلامی. توجه بفرمایید که آقای خامنه‌ای چندین بار در زمانهایی که مجلس ششم یا آقای خاتمی یا دیگر افراد اصلاح طلب در ایران خواستار نزدیک شدن به جامعه جهانی بودن، ایشون مشخصا گفت بله، حالا صحبت اتمی میکنن، فردا میان و صحبت حقوق بشر میکنن. و این آشکار بود که آقای خامنه‌ای با مطرح شدن مسئله حقوق بشر یا از مطرح شدن حقوق بشر در رابطه ها نگرانه، و اینکه اینها بیان بخوان و زندان ها رو ببینن، بیان جلوگیری بکنن از شکنجه، همینجوری که در چارتر عفو بین‌المللی هست و در جای دیگه. و این نگرانی آقای خامنه‌ای بود چون میدونه که تمام به اصطلاح قانون مجازات عمومی ایران در واقع قانون توجیه کردن شکنجه، دست بریدن، سنگساره. بنابراین ایشون همیشه خودش دور داشته از سازمان‌های بین‌المللی و از مذاکرات بین‌المللی. من فکر می‌کنم یه قسمت عمده‌ش هم همین موضوع حقوق بشر باشه، به خاطر اینکه با کشورهای نزدیکه که اونها هم سابقهشون در رعایت حقوق بشر چندان بهتر از ایران نیست، مثل ونزوئلا و چین و کره شمالی و روسیه و این وسطا. بنابراین
این موضوع عدم رعایت حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی بهش با کاملا آشناس و میدونه و به همین دلیل مثلا وارد روابط بین المللی نمیشه. حالا اون چیزی که کشورهای دیگه میتونن بکنن این است که مثل کاری که امروز انجام شد، مثلا پروازها به ایران متوقف شد، ولی متوقف شدن مثلا لوفتانزا و شرکت هواپیمای اتریش کمکی به مردم ایران نمیکنه، ولی خب نشون دهنده وخامت اوضاع در ایران هم ضمناً هست.